سلام، اگه یه موقع توی درگیری حریفتون پازن باشه، خیلی کم پیش میاد اصلا توی درگیری از پا استفاده بشه، ولی حالا اومدیم و واقعا درگیری دعوای واقعی بود و حریف هم بلند شد و ضربه پا زد، میدونید باید چطور دفاع کنید؟ مثل ضربات مش ما استراتژی برای اون مهمه. ببین من نمیتونم 20 تا ضربه پا رو یاد بگیرم و 20 تا دفاع یاد بگیرم و بتونم از همه مهمتر بتونم توی درگیری تشخیص بدم کدوم یکی از این 20 تا قراره به من ضربه بزنه. 3 تا استایل رو یاد میگیرم. ما چند نوع ضربه پا داریم، همشون از این 3 تا خارج نیستن. یکی ضربات مستقیمه، ضربه ای که مستقیم زده میشه، حالا میخواد مثل من وینچون کار این شکلی زده بشه، مثل جیت کاندو کار این شکلی، همه ضرباتی که مستقیم میاد. یکی ضربات چرخشیه، هر ضربه ای که از بغل به من ضربه میخوره، چه اینور بیاد چه بکش بخواد بیاد، چه چپ بیاد چه بخواد فیلیپینی بیاد، بچرخه بزنه. و یکی هم ضربات مورربه که پا بلند میشه، یا از سر میاد پایین یا میاد از گوشه میاد پایین. این سه تا رو شما داشته باشید، همه ی ضربات پا تو این سه قاعده است. حالا اون ضربه مستقیم ممکنه یه مقدار بالاتر تو سینه باشه، یه مقدار بالاتر تو صورت باشه، مهم اینه که مسیر حرکت مستقیمه. ضربه چرخشی ممکنه اینجا باشه، ممکنه اینجا باشه، ممکنه اینجا باشه، مهم اینه که چرخشیه و من باید یه استراتژی رو براشون انجام بدم. مسئله بعدی و مهمترین مسئله، ببینید من تاکید میکنم چیزی که من رزمیکار معمولا بهش توجه ندارم اینه، فاصله من با حریفه. حریف من دوربین شمایی، حریف من از اونجا نمیتونه به من لگد بزنه و دعوا هم هیچ وقت از اینجا شروع نمیشه. که به خاطر همین ما میگیم توی درگیری ها معمولا ضربات پا استفاده نمیشه، چون مثلا توی آسانسوریم، چون توی مثلا اتوبوسیم، چون توی متروییم، چون توی فضاهای شلوغیم، این شکلی نیست. مثلا تو فاصله 2 متری خیلی کم پیش میاد، معمولا هم از دور درگیری به وجود بیاد، میان میرسن به هم دیگه و حالا اونجا کری خونی شروع میشه و دعوا از اونجا شروع میشه. به خاطر همین، ولی حالا فاصله رو اگه داشته باشید میتونید تشخیص بدید حریفتون از دور که داره میاد احتمال داره ضربه مستقیم بیاد، حالا یا به قول مثلا رزمیکارا یه تا بیاد تو صورتتون، یا اینکه بیاد برسه اینجا از اینجا بخواد یهو بکشه بیاره بالا. فاصله فاصله فاصله. حالا نگاه کنید، من و دایسی تو این فاصله قرار داریم. اولی که ایشون نمیتونه تو این فاصله به من ضربه پا بزنه مگر اینکه من تو این فاصله باشم، از اینجا بخواد ضربه پا بزنه یا زانو بزنه که اینجا دست من سریع‌تره. ما قرار شد این شکلی با حریفمون بحث نکنیم، این شکلی بکنیم، یعنی من میتونم راحت تعادلشو به هم بزنم و دستام استفاده کنم و ضربه بزنم. ولی معمولا ضربات پا تو این فاصله است که ایشون نمیتونه از این فاصله بذاره. عموما برای زدن یه قدم میذارن جلو و ضربه بعدی رو تخلیه میکنن. دو تا نکته، موقعی که قدم میذاره جلو، الان دیگه پاش به صورت من میرسه، به بدن من میرسه، پس پای من هم به حریف میرسه. این نکته اول، یعنی ایشون موقعی که قدم میذاره من تو حالت عادی پایین ترین لول کم سرعت ترین میتونم ضربه پا بذارم همزمان با اون. حالا اگه بخوام یه ذره پرفشنال تر کار کنم، دو تا تایم داره مصرف میکنه. تایم اول رو میذاره، تایم دومو ضربه میزنه. من تایم اولش استفاده میکنم و اولین حملهمو انجام میدم و تمام میشه کار، یعنی نمیرسه به اونجا که بخواد ضربه دومشو وارد بکنه. فقط شما باید حواستون باشه به فواصلش و اینکه موقعی که نزدیک میشه شما هم حمله اولتون رو انجام بدید، نذارید حمله بشه بیاد برسه اینجا. خب سیفو من الان چیکار کنم، چجوری دفاع کنم؟ سیفو یه سوال، ایشون داره میاد جلو، اگر موقعی که قدم میذاره جلو ضربه مستقیم باشه که من ورود پیدا میکنم، که شما گفتی یه قدم میذاره و تو هم ورود پیدا کن. خب حالا اگه ضربه دورانی نباشه، بخواد ضربه مستقیم، اینجا میشه استراتژی حرکات وینچون. ما تو وینچون حالت ایراستمون تو این شکلی نیم دایره میذاریم حرکت میکنیم. توی درگیری من هیچ وقت ایراست نمیشینم، کلی استایل کلی. موقعی که حریف ضربه میزنه من اینو میچرخونم و حرکت میکنم میرم داخل. این چرخوندن باعث میشه که اگر ضربات پایین باشه یا بخواد توی بیزه من بزنه، این نیم دایره بیا شما این نیم دایره کاور کنه که از بدن من خارج بشه. ضمن اینکه من چون دارم با دوتا شونم همزمان با یه فاصله به حریف حرکت میکنم، اگه لگیان هم ضرباتش بالاترم باشه دو دسته، یعنی من همزمان این پاها رو میچرخونم، این دسته رو میچرخونم و ورود پیدا میکنم. این دفاع دستم برای موقعی که ضرباتش خیلی بالاتر باشه. ضمن این که ما همیشه تاکید داریم به این موضوع
که موقعی که حریف بخواد بزنه، اگر من زود جامپمو داشته باشم، زود حرکت اولمو داشته باشم، بلاک میشه حریف. یعنی من تا میتونم نباید بذارم که اون پا بلند بشه. ما توی روانشناسی میگیم یه موقعی که من دارم با حریف درگیر میشم، از چشاش و حالت بدنش میتونم تشخیص بدم که ایشون میخواد الان یه حرکت، الان نگاه کنید این حریف، نگاه کن میبینید نشون میده که الان میخواد حرکت پا بزنه، الان میخواد ضربه پا بزنه. شما این حرکت رو میتونید استوپش کنید و حرکت کنید به جلو، یعنی این نیم دایره رو انجام بدید و اسپلاک رو حرکت کنید برید جلو. حالا یه سوال پیش میاد، من الان چیکار کنم موقعی که حریف ضربات چرخشی میزنه و موقعی که داره میچرخه نمیدونم میخواد به پایین رو بزنه، میخواد مستقیم بزنه، بلند کنه، بالا رو بزنه. ما یه استراتژی کلی داریم. همیشه حواستون باشه حریفتون برای ضربات چرخشی داره پشتشو به شما میکنه و این بهترین تایم و پوان برای حرکت های شما. به این ما هزار تا دفاع داریم که راحت بتونی بگیری و قفلش کنی و ببندش، ولی مال کسایی که دارن حرفه‌ای کار میکنن. شما که داری عادی کار میکنی و برات خیلی این حرکات مهم نیست، میخوای یه چیز ساده یاد بگیری، در همین حد نگاه کنید تا این بخواد بچرخه من خیلی راحت میتونم ضربه پا بزنم و خیلی هم آسیب داره دیگه. ضربه بخوره توی لگن، ستون فقرات، تو اون حالت چرخش و پیچش حریف ضربه وارد بشه، احتمال داره اصلا یه مشکلاتی براش به وجود بیاد. پس ما توی درگیری واقعی معمولا این کار رو نمی کنیم که آسیب بزنیم به حریف. همون موقعی که داریم میچرخه معمولا یا پا رو میزنیم، سقل رو میزنیم، یا پایی که بلند شده رو میزنیم که آسیب نبینه، یا اینکه اصلا میرم وارد میشم، موقع حرکت وارد میشم و بلندش میکنم، میکوبمش زمین و قفلش میکنم. پس استراتژی کلی برای ضربات چرخشی موقعی که حریف داره به ما پوان میده، میگه من دارم میچرخم پشتم بهته، تایم بد میدم که تو بیایی تو و ما وارد میشیم میریم تو، فرقی هم نمیکنه چه ضربه ای بزنم. بریم برای آخرین ضربه پا. ضربه پایی که بلند میشه از اینجا میاد روی سر، خیلی بعیده. تو مردا نگاه کن، شلوار جین پوشیدم، اصلا پا تا اینجا بیشتر بالا نمیاد. چطور میتونم ببرم بیارم رو حریف بزنم؟ حالا فرض میذاریم تابستونه، یارو شلوار گشاد پوشیده، راحت میتونه بیاره بالا بزنه. نکته اول، هیچ وقت صاف نمیاره بزنه، از بغل میاره میزنه، که این بهترین موقعیت، موقعی که این پا داره حرکت میکنه میره بالا، به من دارم به تو تایم میدم، میگم آقای فلانی حمله کن به من، من هنوز پام داره میره بالا. یعنی تا میخواد حرکت کنه بره بالا ضربه پا میزنم. و نکته دوم، این ضربه پا داره از بالا تو سر من میاد، از وسط که نرفته که، از بغل میره، از بالا میاد. کافیه من دستمو باز نگه دارم و نذارم این پا به سر من ورود پیدا بکنه، از همینجا با همین شیب برمیگرده میاد پایین. حالا توی باشگاه انجام میدیم، الان اینجا این لباسا امکان نداره برامون این کارو انجام بدیم، نشون میدم بهتون خیلی راحت. فقط کافیه دستتون رو باز کنید و نذارید ورود پیدا بکنه. آخر کارم یادتون باشه، ما هیچ وقت توی درگیری قرار نیستش که من یه ضربه پا بزنم حریف دفاع کنه وایستم، حریف ضربه پا بزنه دفاع کنم وایستم، آروم صحبت میکنم که متوجه بشید. قرار نیست این شکلی باشه، ضربه پا وایستیم دفاع بکنیم، نه، یه ضربه پا دفاع ورود تمومش میکنم. قرار نیستش که من یک ساعت با هم مسابقه نیست، امتیاز نمیخوام بگیرم، مدال نمیخوام بگیرم. این ویدیویی هم که اول ساختیم فقط به خاطر اینکه بیننده خوشش میاد، در واقعیت این همچین چیزی اتفاق نمیفته. ضربه پا بزنیم بریم، اینا تو مسابقاته. ضربه پا میزنه یه دفاع میکنیم و تمام. نکته دوم، ما خیلی از دفاعها رو داریم که میتونیم داشتیم، شما بیاد، خیلی از دفاعها رو داریم که میتونیم انجام بدیم. یعنی حریف به من ضربه پا میزنه و من به صورت پرفشنال دفاع کنم، قفلش بکنم، من از اینجا دفاع رو انجام بدم، چرخش داشته باشم، از اینجا بزارم ضربه بزنم. چند تا نکته، من باید دستم قوی باشه، توان من باشه. دومی که بلد باشم چجوری دفاع کنم، دستم رد نشه ضربه ورود پیدا کنه. و خیلی از ضربات رو میتونیم دفاع کنیم. حالا تو آدمه ما برسیم به تعداد 10 تا، میذاریم ویدیوها رو روی آدمک کار میکنیم، دفاع رو انجام بدم بعد قفلش بکنم. ولی اینا فقط برای کسی که وینچون کار کرده، پرفشنال کار کرده، اومده به درجات بالا رسیده. من و شمایی که فقط میخوایم از این ویدیو یه چیزی بهره برداری بکنیم، از خودمون بتونیم تو خیابون دفاع کنیم، همینه. ورود پیدا کرد، ضربه پا میزنی، نمیخواد حرفه‌ای دفاع بکنی و حواست به اون فواصله باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، با ما همراه باشید، ما رو تا هفته بعد دنبال بکنید، کامنت کنید برامون، حرفاتون رو، صحبت
دردهاتون و خواسته هاتون رو برای ما کامنت کنید. ما میایم جواب میدیم و بر اساس نیاز شما ویدیو ضبط میکنیم. با ما همراه باشید. دمتون گرم.